مایکل فلان وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرد پهپادهای ریپر و ریبت به زودی عملیات مشترکی را در حریم هوایی سوریه آغاز می‌کنند. مایکل فلان روز گذشته در بیانیه‌ای به پارلمان بریتانیا تاکید کرد که پهپادها صرفاً برای گردآوری اطلاعات در مورد داعش به سوریه اعزام می‌شوند و هدف اصلی از این اقدام حفظ و صیانت امنیت ملی بریتانیا در مقابل تهدید تروریست‌های فعال در سوریه است. آقای فلان اعلام کرده است که پهپادها به هیچ وجه اجازه حمل اسلحه به سوریه ندارند، چون اقدام نظامی علیه داعش سوریه نیاز به اجازه بیشتر و جدیتر از طرف دولت بریتانیا دارد. پارلمان بریتانیا ماه پیش با انجام حمله‌های هوایی به مواضع داعش در عراق موافقت کرد، اما در مورد سوریه هنوز تصمیمی نگرفته است. همزمان به گزارش خبرگزاری‌ها، صبح امروز وجود ابر غلیظی از دود در آسمان کوبانی در مرز مشترک سوریه و ترکیه نشان دهنده ادامه نبرد میان نیروهای ائتلاف بین‌المللی و شبه نظامیان داعش است. روز گذشته دولت ترکیه با توجه به ادامه بحران کوبانی با عبور پیشمرگه‌های عراقی به سوریه برای پشتیبانی از نبرد همرزمان خود علیه داعش در کوبانی موافقت کرد. این خبر از سوی وزارت خارجه ترکیه و ساعاتی پس از ریختن اسلحه و مهمات توسط هواپیماهای آمریکایی برای رزمندگان کرد اعلام شد. پروانه هدایت، صدای آمریکا.